دوستان عزیز مجددا در خدمت شما هستیم و توجه شما رو به گوشه از باستاب های جهانی مسائل مربوط به ایران و قیام سرسری جلب می کنیم که همکارم سیروس امیدی به اطلاعاتون می سنه. سلام به شما آقای امیدی و بفرمایید. بله با سلام و تبریک به مناسبت نیمه شعبان این روز بزرگ به شما و به هموطنان عزیز امروز باستاب های قیام مردم ایران رو حول پنج موضوع به اختصار خدمتون عرض می‌کنم که شامل مسمومیت ها و اعتراضات معلمین شریف است همچنین خطر اعدام و هشدار عفو بین الملل تو همین رابطه و موضوع تحریم رژیم ماجراجویی اتمیش و در آخر هم اشاره به تروریسم دولتی رژیم خواهیم داشت از بدید با های بین المللی رو با خبری از خبرگزاری فرانسه در مورد حملات شیمیایی به دختران دانش آموز میهن شروع کنم که نوشته در حالی که خشم عمومی شعلهور می شود و موارد مسمومیت در مدارس بالغ بر پنج هزار نفر شده رژیم ایران اولین دستگیری ها را به عمل آورد مجید میر احمدی معاون وزیر کشور به تلویزیون دولتی گفت بر اساس اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی سازمان های اطلاعاتی تعدادی از افراد در پنج استان دستگیر شدند و آجانس های مربوطه در حال انجام تحقیقات کامل هستند. وی در مورد هر گونه انگیزه احتمالی افراد بازداشت شده هیچ جزئیاتی ارائه نداد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به سرکوب تظاهرات معلمی بر سر مسمومیت ها اشاره کرده و نوشته معلمان ایرانی روز سهشنبه در چندین شهر به علت مسمومیت های مشکوک که صدها دختر دانش آموز را هدف قرار دادند تظاهرات کردند فعالان گفتند که نیروهای امنیتی با استفاده از ماشین های آپاش و گاز اشکاور تلاش کردند چندین تظاهرات را پراکنده کنند در همین حال دادستان های رژیم شروع به تشکیل پرونده های کیفری علیه روزنامه‌نگاران و فعالانی کردند که حوادث اخیر را گزارش کرده بودند این حوادث تهدیدی برای برانگیختن دوباره خشم عمومی است دولت ایران در حالی که در ابتدا گزارش های مربوط به مسمومیت ها را نادیده می گرفت، با فشار فزاینده از سوی مردم برای پاسخگویی مواجه شده است گزارشی بود از Associated پرس در مورد محکومیت سرکوب مردم خانم لشوسی نماینده فرانسه در جلسه شورای حقوق بشر گفت سرکوب مردم توسط رژیم ایران به معنای تحقیر کرامت انسانی است خبر دیگه ای که با صاحبهای بین المللی داشته انتقامگیری خامنه ای از مردم به خصوص جوانان ایرانیه تو همین رابطه عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه اقدام فوری نسبت به اعدام چهار جوان هموطن بلوچ که در جریان قیام اخیر بازداشت شدند اعلام خطر کرد این جوانان به گواهی بیانیه افی بین به شدت شکنجه شده و ناچار از اعترافهای اجباری شدند در مورد تحریم ها هم اتحادیه اروپا در آستانه روز جهانی زن زندان قرچک ورامین رو تحریم کرد لاترت وزیر آموزش سوئد به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا درباره دلایل این لیستگذاری اینطور گفت زندان قرچک یکی از بازداشتگاه های رژیم ایران برای زنان در شهرستان ورامین است شرایط زندگی در زندان قرچک اسفناک و غیر انسانی است میرسیم به ماجراجویی اتمی رژیم تو همین رابطه نماینده آمریکا در شورای حکام آژانس اعلام کرد اورانیوم 60 درصدی در ایران هیچ هدف صلح‌آمیز باورپذیری ندارد رژیم ایران باید فعالیت به شدت نگران کننده خود را کنار بگذارد خانم کارین کیتسل سفیر انگلستان در شورای حکام هم گفت از ادامه تشدید تنش های اتمی رژیم ایران از جمله گزارش قنیسازی اورانیوم تا 84, در... تا 84 درصد به شدت نگران هستم آخرین خبرم مربوط هست به تروریسم دولتی آخوندها تو همین رابطه دیروز وزیر خارجه آلمان در بازدید از عراق حملات فرامرزی رژیم رو محکوم کرد و گفت رژیم ایران نه تنها به طور بیرحمانه ای مردم ایران را سرکوب می کند بلکه با حملات موشکی زندگی انسان و ثبات کل منطقه را برای حفظ قدرت در معرض خطر قرار می دهد. با تشکر از همراهیتون خلاصه ای بود از باستابهای های بین المللی موضوعات مربوط به ایران در 24 ساعت گذشته. ممنون از سیروس حمیدی و گزارشی که ارائه دادی.